دوستای عزیز سلام. سال نو 1400 هجری شمسی را به تمام هموطنان عزیزم در افغانستان و خارج از افغانستان و ایرانیان عزیز تبریک میگم و از خداوند تمنا میکنم که یک سال نیک پر از سال و صفا و صمیمیت باشد. مردم ما نوروز آغاز فصل تراوت و زندگی مجدد طبیعت مینامند و بر استقبال از این روز خجسته تهیه کردن و خوردن هفت میوه را ضروری دانسته و به یک قیده هستند که خوردن هفت میوه در روز اول سال شگون خوب داره. مطلب از هفت میوه، میوه های بوده که از هفت درخت متفاوت چیده و خشک شده است و بعدن به عنوان برکت خانه در آغاز سال نو در سفره ها جمع‌آوری شده و به نام هفت میوه معروف شده. امروز هفت میوه را که خودم 24 ساعت پیش تهیه کرده بودم ما برتان نشان میتم. خدا کنه که مورد پسندتان واقع شوه. دوستای عزیز، میوه خشک قبلا کلش پاک شستیم، بادام، چارمغز، پسته، کشمش سرخ، سنجد، قولنگ یا زردولوی خشک، کشمش سبز و کشمش سرخ و یک کم هم هیل. اول پسته و چارمغز و بادام همراه آب جوش و یک ساعت تر می کنیم. بعضی ها جوش میتن اما ما خوش دارم که تر کنم یک ساعت. فکر میکنم که آسان تر پوست میشه. اینا رو بر یک ساعت تر میکنیم و دوباره هم میاییم. خب دوستای عزیز، بادامم پوست میکنیم امرای پسته و چارمغز، که چارمغز بسیار وقت میگیره، تقریبا یک ساعت مرا گرفت تا که پوست شد. کار آسان نیست. ویدیو را بسیار کوتاه گرفتیم که برتان خسته کن تمام نشه. چارمغز و بادام و پسته را که پوست کردیم دوباره یک شستن میکنیم که پاک شود و در یک ظرف بزرگ چارمغز و بادام و همه میوه خشکه بجز سنجد مندازیم و اینا را برای 12 ساعت تر میکنیم. بعد از 12 ساعت سنجد را اضافه میکنیم به خاطر که سنجد زود میشاره و از او خاطر 12 ساعت بعد تر میکنیمش. در این ظرف که میوه خشک انداختیم، در این ظرف های خرد هر کدامش دو پیمان هستن که دو گیلاس هستن که در اینا رو کنداختم تقریبا 10 گلاس آب سرش انداخته میشه. 10 گلاس آب فیلتر شدگی سرد، آب گرم نمیندازم، برای 24 ساعت تر میکنیمش و بعد از 12 ساعت سنجد را سرش اضافه میکنیم. خوب دوستای عزیز، میبینین که بعد از 12 ساعت تیر شد، آبش کم شده. حالا یک 5 گلاس دیگه هم سرش اضافه میکنم و حالا سنجد را هم سرش اضافه میکنیم. برای 12 ساعت دیگه هم میمانیمش داخل یخچال. دوستای عزیز، امسال امرای هفت میوه ما سفره هفت سینم تیار کردیم که تمام شانه یک جای میمانم امرای یکی دیگه و در سفره هفت سین سکه، سیر و سماق، سنجد، سیب، دیگه سمنک یا سمنو، آینه، تخم مرغ و سبزه است که سکه نماد خیر و برکت است، سیر و سماق معرک شادی و خوشی استن، سنجد نماد سنجیده عمل کردن و نشانه گرایش به عقل است، سیب نماد مهرورزی، سلامتی و زیبایی است، دیگه سمنک نماد زایش گیاهان، نماد قدرت و خیر و برکت است، آینه نماد روشنایی است، تخم مرغ نماد زایش است،
سبزه نشان از تولد دوباره و سرکه نماد پذیرش ناملایمات و نماد رضا و تسلیم است. همچنان سرکه در سفره هفت‌سین نماینگر پاکی محیط، زدودن آلودگی و باطل کردن سحر و جادوست. و همچنان کلچه تندوری پخته کردیم همراه رود که کلچه و نان هم نماد خیر و برکت است. دوستای عزیز، لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. سال نیک و پرسعادت بر همتان آرزو میکنم و از توجهتان یک دنیا تشکر.